هستم برای تک تکتون. آرزوی بهترین لحظاتو دارم، امیدوارم که هر جا هستید شاد و خوشحال و برقرار باشید. عزیزان دلم، رفقای خوبم، به 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 به، آفرین آفرین، امروز همه پر قدرت اومدن بتره کنن. صدا نیست، میگن آقا صدا نیست. صدا هست ایلیا جان، برای شما نیست احتمالاً، بچه دارم میشنوم. بله بله، دم شما گرم، دم شما گرم، عالی هستید. آره اینترنتش مشکل داره. خب امروز میخوایم پر قدرت بریم، هم یه درس بدیم، بعد درس رو بذاریم کنار، یه ذره سطح بالا کار کنیم، حالمون جا بیاد. یعنی اینجوری میخوام امرو بریم جلو. درس سوم اول بگیم. تو این درس ما قراره بریم همون عبارت های توانده رو شروع کنیم ساده کردن. چجوری؟ دستا بیاد بالا، صفحه 90, 91 و 92 رو میخوام بریم جلو. 90, 91 و 92 حله. اون قانون خوشگله بود که بهت گفتم، یه دونه خوشگل بود، گفته بودیم که اگه یه آی ضرب داره یه آی بشه تو قوانین توان رو نگاه کن، یکیش توانش ام باشه یکیش ان باشه، چون ضربه یکی از پایه ها رو بنویس. اجازه بده ایلیا جان، چشم. آره خوب ایلیا جان، بله خوشحالم صدای قشنگتو میشنوم. توان ها رو باید چیکار کنیم عزیزم؟ توان ها یکیشون رو مینویسیم، چی بخشید با هم دیگه جمعشون کنیم. وقتی توان ها با هم برابر نیستن باید جمعشون کنیم. میخواد اینو بگیر، یعنی اگه یه دو به توان 3 داشتی ضرب داره 2 به توان 4 جوابش میشه چی؟ 2 به توان 7. باریکلا. این فقط میخواد همین یه قانون رو بگه. خوشگل. فعلا همین یه قانون. زحمت بکش بخون و به گاز بری. برو بریم. خب گفته که زهره میخواست مسئله هایی را که معلم برای تمرین تعیین کرده بود حل کنه. معلم ریاضی خواسته بود که دانش آموزان مساحت مستطیل به طول 2 به توان 4 و عرض 2 به توان 3 را به دست آورد. زهره به صورت زیر عمل کرد و عبارت ها را به صورت ضرب نوشت. S یعنی همون مساحت نوشته A B مساوی A ضرب در B که مساوی 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 3 که اینجا آمده 2 به توان 4 رو 4 بار 2 رو ضرب در همش کرده و 2 به توان 3 هم 3 بار 2 رو ضرب کرده، که اینجا میخواد بگه که 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 3 با همون 2 به توان 7 برابره. باریکالله، خیلی قشنگ ایلیا، اصلا درس داد خوشگل بهتون. چی داره میگه؟ میگه آقا من میخوام اثبات کنم برا که این 2 به توان 4 با 2 به توان 3 میشه 2 به توان 7. چی جوری برامون اثبات کرد؟ گفت آقا اینو بازش کنیم، اینم بازش کنیم، 3 تا اینجا داریم، 4 تا اینجا داریم، چه مردیم کلن چند تا داریم؟ 7 تا. تموم شد. به همین خوشگلی اثبات کرد برامون. پس این اثبات شد برام. منم برات نوشتم، اسشو به دست آوردم. 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 3 میشه 2 به توان 7. دیگه اینا خیلی آسونه. شروع کنید. نفر دوم، سوال 2. خانم مریم میگه آره عزیز. آره آره، چرا نمیشه خانم مریم؟ گوش کن عزیز. گفتی معلم یه مستطیل داده به رفقا، گفته آقا طولش 2 به توان 4 عرضش 2 به توان 3. خب ما این قانون داشتیم، گفتیم آقا مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. اینو اوکی؟ به جایی که بیایم اینو بکنیم 16، اینو بکنیم 8 تو هم ضرب کنیم که بشه 128، ما دیم یه کاری کردیم، اینو 2 به توان 4 نگه داشتیم، اینم 2 به توان 3 نگه داشتیم، یکی از پایه ها رو نوشتیم، توان ها رو با هم جمع کردیم. ما این قانون داشتیم، من تو قوانین بهتون گفتم اینو، که شما یکی از پایه ها رو بنویسید، توان ها رو با هم جمع کنید. همین یه قانون رو میخواد بگه، خیلی هم راحت. برید ببینم چیکار میکنید. به نوبت ایلیا عزیز که چراغ اول رو روشن کرد، بریم سراغ بقیه رفقا. یه ذره میخوام یه ساعت بالا کار کنیم. درود بر تو مهدی جان، چطوری عزیز؟ سلام استاد. سلام بر تو مرد. ممنون استاد، شما خوبی؟ بله صدای قشنگ شما رو میشنوم، خوبم دیگه، ان شاءالله که برقرار باشی عزیز. بریم برای سوال دو. ممنون استاد. خب استاد بخونمش. ما ندیدیم اون عمل کنی. گفته که 5 به توان 9 سلیکا 5
به توان دو ضرب در پنج به توان چهار مساوی است با پنج ضرب در پنج ضرب در دو مرتبه و چهار مرتبه دیگه پنج ضرب کرد میشه پنج به توان شیش. حالا سوال بعدی که به ما گفته گفته که چهار به توان دو ضرب در چهار به توان بله نمیخوام دونه دونه باز کنی چون وقت کلاس خیلی گرفته میشه. میخوام جوابا رو بگی بریم سراغ بعدی. خب اولی که چهار اولی همون قانونی که شما گفتین استاد اونا رو با هم جمع کنیم میشه چهار به توان پنج. بعدی که هفت هستش هفت به توان دو هفت به توان سه ضرب هفت به توان سه خب هفت داریم دیگه همون قانونی که شما گفتین میشه هفت به توان شیش. بعدی که ایکس به توان دو ضرب ایکس به توان سه هم که میشه ایکس به توان پنج و بعدی هم میشه میشه ای به توان هفت. باریکالله این هم از این باریکالله ممنون از مهدی عزیز. نکتهشو بنویسید. در ضرب تواندار با پایه‌های مساوی یکی از پایه‌ها رو مینویسیم توان‌ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. در ضرب عدد تواندار با پایه مساوی یکی از پایه‌ها رو مینویسیم توان‌ها رو با هم جمع میکنیم. جان آقای مهدی بپرس. آقای مهدی غلامی میگه من سوال دارم. مهدی جان دست درد نکنه. آقای سیدی ممنون از تو. ممنون سوال خدا نگهدار. خوندی آفرین. آقای مهدی غلامی بگو ببینم سوال چی عزیز. سلام میاد. درود بر تو عزیز. سوالت خوبه؟ بله تو سلام میاد. بله فقط خیلی ضعیفه. زر بلندتر باید صحبت کنی. خب جان بگو. اصلا اگه مثلا همین سوال این از جدید که اشتر اکس به توان مثلا سه ضرب در به توان چهار چکار را کنیم؟ سب کن ایکس به توان سه ضرب در بی به توان چهار مثلا سه به توان چهار بی به توان چهار چی به توان چهار میگه؟ من متوجه بی بی به توان چهار. خب الان شما توانات با هم برابره؟ خیلی پایه ها چی؟ خیلی خب میتونی اون اولی رو فلان بنویسی پس از هیچ قانونی نمیتونی استفاده کنی. این بی به توان چهار رو من میتونم بنویسم بی به توان سه در بی خب من میام این کار رو میکنم میگم این دوتا شامل اون قانونی بود که آقا گفتی اگه توان هاشون یکی باشه پایه ها رو تو هم ضرب کن به توان برسون و در نهایت این هیچ دیگه از این ساده تر نمیشه. میتونی تبدیلش کنی اما ساده تر از این نمیشه. عدد هم اصلا به جای بی عدد بود چی؟ عدد هم بود باید تبدیلش میکردم مثلا ایکس به توان سه الان نمونهش حل میکنم عجله نکنی مثلا سه به توان چند؟ چهار سه به توان چند؟ پنج سه به توان پنج قبوله؟ بله من سه به توان پنج رو میتونم بنویسم سه به توان سه در سه به توان دو دیگه اینم قبوله؟ بله پس یه ایکس به توان سه هم دارم پس میشه ایکس در سه که میشه سه ایکس به توان سه در سه به توان دو که میشه چی؟ نه حله؟ بله این هم ماله yes. ممنون از تو آقای مهدی. بریم با آقای آربایم نفر بعدی ببینیم داوطلب کیه. شروع کنید بچه به ترتیب میاد. آره بذارید دور به چرخه نوبت همه بشه دیگه. ایلیا جان بذارید یه دور به چرخه همگی. آره دست درد نکنه. خب آقای بردیا فقط سری بچه ها وز کنید امروز میخوام تمرین سطح بالا حل کنم. چشمت بیبره ایلیا جان آفرین به تو این ادب و محبتت. بردی جان اوکی کن صدا رو باز کن عزیز. آقا برو وقت کلاس رفت. بردی جان صدات باز نشد. سلام درود بر شما مریم جان خوبی عزیز. درود کنم مستد سلامت باشم. متوجه شدی عزیز کجا رو؟ مستطیلی که گفتی توضیح بده من توضیح دادم برات متوجه شدی؟ بله خیلی ممنون. خواهش میکنم برو ببینم واسه سوال سه. سوال سه گفته
به صورت ضرب دو یا چند عبارت بنویسی. عشقی، هرچی خودت دوست داری میتونی بنویسی، ولی در نهایتت مثلا جواب باید بشه همون دو به توان هفت. شما الان بله. مثلا دو به توان هفت میتونم بنویسم، دو به توان یک ضرب در دو به توان شیش، باریکالله. بعدی دو به توان سه ضرب در دو به توان هفت، دو به ت... یعنی بعدی پنج، پنج به توان نه. من میتونم بنویسم پنج به توان یک ضرب در پنج به توان هشت، پنج به توان دو ضرب در پنج به توان هفت، پنج به توان نه برابر با پنج به توان سه ضرب در پنج به توان شیش. عالی بود مریم جان، دست درد نکنه، یعنی بدون اینکه ببینه همه رو خودش حل کرد. عالی. حالا من اینجا چون اختیاری بود دوتایی آخرش رو آوردم، ستایی رفتم جلو، هیچ تفاوتی نمیکنه. باریکلا مریم، فوق العاده بود. بریم کار در کلاس سریع که به تمرین ها برسیم و کارمون رو شروع کنیم. نفر بعدی. بقیه دوستان هم مشارکت کنن. سلمان، سامی، همه داوطلب بشید رفقا، داوطلب بشید. حیف خوشگل تمرین رو شل کنیم با هم بریم جلو. چه ببینه اگه بلد نیستید بیاید داره با کمک استاد. خانم روژا صدا رو بحث کن. سلام استاد، درود بر شما. خوبی عزیز؟ ممنونم، شما خوب هستید؟ بله، صدای قشنگ شما رو میشنوم. خوبم، ان شاءالله که شما تنت سالم باشه، همیشه شاد و خوشحال باشی. خب روژا جان ببینم چیکار می‌کنی. کار در کلاس سوال یک کامل برو بده. دست شما درد. گفته سوال اول گفته حاصل عبارت‌های زیر را به صورت یک عدد تواندار بنویس. کار در کلاس اولیش اینه، 5 به توان 3 ضرب در 5 به توان 4. خب من اول میای پاسخ 5 به توان 3 رو به دست میاری؟ نه، یکی از پایه‌ها رو بنویس. اصلا اینجا تبدیل به عدد نمی‌کنه، گفته به صورت یک عدد تواندار. وقتی میگه عدد توان، اونجا باید بگی حاصل را به دست آورید. وقتی میگه عدد تواندار یعنی یکی از پایه ها رو بنویس، توان ها رو همون قانون رو سرش پیاده کن. الان یکی از پنجا رو می نویسم، چهار و سه میشه هفت. هفت. بعدی رو برو. آه یعنی واسه همشون این کار میکنیم. آره، درسته؟ آره، آره، آره. بعد بعدی گفته هفت به توان سه ضرب در هفت. خب پس میاییم مثلا می نویسیم اینجا هفت به توان سه میشه. نه دیگه، خراب شد. اول الان روبرویی رو حل کن، چون رو پاورپوینت ما داریم قطاری میریم جلو. ولی هفت توان سه ضرب در هفت توانی که معنی نداره، اون الان عدد توان جاش خالیه، یعنی یک بذار. هفت توان سه ضرب در هفت توان یک، یکی از هفته رو مینویسی، سه با یک جمع میشه، میشه هفت توان چهار. گرفتی؟ بله. بعد منفی دو به توان چهار ضرب در منفی دو به توان دو. پس الان میای می نویسیم منفی دو، بعد مثلا چهار به اضافه دو میشه شیش. باریکالله. بعدی؟ بله، بعدی منفی چهار به توان یک ضرب در منفی چهار به توان پنج. میام منفی چهار رو می نویسیم، یک با پنج میشه شیش، میشه منفی چهار به توان شیش. آفرین، پایه ها برابران، توان ها رو جمع میکنی. حالا بله، اگه من بهت بگم یه جواب دیگه به جز منفی چهار به توان شیش به من بده، چی به من میگی؟ یلا یه جواب دیگه بده به جز این. مگه الان حاصلش نشده منفی چهار به توان بله. سه بله، به توان شش ببخشید. شما باید به من بگی که آقا این منفی چهاره رو شما به ما گفتی یه عدد منفی یا مثبته؟ منفی. اگه یه عدد منفی به توانه یه مثبت برسه، زوج برسه، در نهایت میشه چی؟ در نهایت یه لحظه میشه منفی، ببخشید من قاطی کردم، میشه مثبت. مثبت یعنی در حقیقت اگه یه نفر اینو بنویسه چهار به توان شش، درسته یا غلط؟ توان شش درسته. درسته، باریکلا. چون که به توان زوج که برسته میشه مثبت، پس چهار به توان شش هم دو. یه موقع تو تستای چهار گزینه ای شما دنبال این داری میگردی، ولی طراح اینو اونجا نذاشته،
ولی مثلا آره اینو گذاشته بله. اینم برای تست تو اوکی بله من بعدی رو بگو عزیز. بعدی هم که اون هفت به توان سه ضرب در هفت بود که گفتیم که چون که هفت توان نداره میشه یک پاسخ باریکلا که جمعشون با هم میشه هفت به توان دو اون ببین دوه میشه هفت به توان چهار باریکلا یکیش توانش یکیش توانش سه که مجموع اینا میشه هفت به توان بعدی عزیزم بعدی گفته یک دوم به توان پنج ضرب در نیم به توان دو یا هم پنج دوم به توان دو آفرین. خب بله پایه هایی که داریم دوتاشون با هم برابرن دیگه چون آفرین. یک دوم همون نصفه پنج دوم همون نصفه چون یک دوم همون نیمه طراح میخواد منو گمراه کنه ولی من این دوتا تو ذهنم هست که این دوتا به هم دیگه میتونن تبدیل بشن پس این پایه ها با هم برابره خب حالا پایه ها برابره یکی از پایه ها رو بله الان میگم یکی از پایه ها رو میذاریم من مثلا یک دوم اگه ما بذاریم بعدش میگیم پنج به اضافه اون دو میشه هفت باریکالله عالی عالی نیم خب و آخری بعدی گفته یک و نیم به توان چهار ضرب در سه دوم به توان چهار خب الان اینجا میتونیم یکی از توانا رو بخش یکی از پایه ها رو بذاریم چون سه دوم همون چون که سه دوم همون یک و نیمه و نکته رو حواستون باشه بله چون سه دوم عدد اینجا عدد کسره ولی در اصل همون یک و نیم میشه پس میشه یک و نیم به توان هشت خب اونی که حالا مهدی گفته دوباره توضیح بدید من اینجا بنویسم بله استاد من صدامو قطع کنم بله دست شما درد نکنه خیلی لذت بردم روژان جان مثلا همیشه عالی بودی باز بیشتر آره همیشه اوکی هستی دیگه خب ببین عزیزم ببین محمد جان شما یه یک دوم به توان پنج داری میبینی ضرب داری یه نیم داری میبینی به توان هفت به توان جوابش بود دو آی محمد مهدی وقتی شما داری اینو نگاه میکنی تو قدم اول میبینی توانها به هم شبیه نیستن یکیش پنج یکیش دوه اما تو قدم دوم میای نگاه میکنی میبینی عدد یک دوم دقیقا همون عدد نیمه پس این دوتا با هم دیگه برابرن وقتی برابرن تو میتونی یکیشونو بنویسی مثلا من دوست داشتم خانم راجان گفت بیا یک دوم بنویسیم دوست داشتیم یک دوم بنویسیم حالا توان ها برابر نیستن وقتی پایه ها برابرن توان ها رو باید با هم جمع کنی در حقیقت پنج و دو با هم دیگه میشه فهمیدی عزیز فهمیدی یا دوباره توضیح بدم اگه متوجه نشوید بچه ها بگید هر کسی هر جا متوجه نمیشه بگید نه هیچ فرقی نمیکنه من دوست داشتم یک دوم بذارم روژان دوست داشت یک دوم بذاره شما دوست داری نیمو بذاری هیچ تفاوتی برات نمیکنه اوکی خب بریم بعدی نفر بعد سوال دو یه سری سوالا میاد بچه ها شما نیاز داری تغییر پایه کنید یعنی ما میگیم مثلا پایه عبارت تواندار با پایه سه رو ببرش به پایه دیگه این یه مدله که خیلی هم تو امتحانم میاد نوبت هر کسی هست آقا خانم رومینا خیلی بهت تبریک میگم خیلی بهت خوش آمد میگم که به جای ما اضافه شدی خانم سارینا میگه دو جلسه نبود ولی خب جلسه قبل اومده بود آفرین خوشحالم که دوباره تو هم هستی آقای بردی هم همچنین آقای سامی اینا باز کنید بچه آقای سلمان آقای سامی صدای قشنگ شما رو ما شنیدیم آقای بردی باز کنید خانم رومینا بهت خوش آمد میگم خانم سارینا شما صدا تو باز کن رومینا جان بهت خوش آمد میگم ایشالله که اوکی بشی شما هم داوطلب بشو صدا تو باز کن حیفه ما اینجا نمره نداریم اونایی که صداشون رو باز میکنن ریاضی رو بهتر یاد میگیرن چون داریم با هم گپ میزنیم هلیا گفته من اینو متوجه نشدم صدا هلیا رو اول باز کن یک و نیم به توان چهار
ضرب در 3 دوم به توان 4. الیا جان صدا تو سریع باز کن. خانم الیا حالا بعد اومد بگید که صداشو باز کنم هم برش توضیح بده، چون بقیه بچه که اوکی شدن فقط برای اونه. خب خانم الیا صدا تو باز کن. اگه باز نشد صدا داره حالا بعدن دیگه، چون الان صفحه رو اعلام کنید به سارینا. سارینا میگن صفحه چند بچه، صفحه 99 ایم، چند بودیم؟ 90 ایم. آره 90 ایم. ببین خانم هلیا ابی نداره، بذار من یه بار برات توضیح بدم. یه 1.5 داریم عزیز به توان 4 ضرب در 1/3 باز به توان 4. عزیز جان زمانی که پایه ها برابرن شما باید توان ها رو با هم جمع کنی. آقا من کجا بدونم پایه ها برابرن؟ میای بررسی میکنی. این یه عدد یه عدد اعشاریه که من بخوام کسری بنویسمش میشه 3/2. آقا 3/2 با 3/2 که برابره، پس من یکی از این عددا رو هر کدوم که عشقمه مینویسم توان ها رو با هم جمع میکنم. برای توضیح دادم، ولی باید صداتو باز کنی الیا. اگه میخوای ریاضی متوجه شی باید صداتو باز کنی، چون 3 بار نوشتم. اگه صداتو باز نکنی متوجه نمیشم کجا کار گیری، پس نمیتونم برات رفع اشکال کنم. در حد این میشه که یه بار بگم و رد شم. آها باز کردی. درود بر تو هلیا جان، خوبی عزیز؟ هلیا جان خوشحالم صداتو میشنم. ببین عزیز، مدل‌های مختلف میتونن به تو عددو بدن. خب مثلا به تو میده 3/4، 3/4 همون 75/7. خب مثلا 1.25 رو باید بتونی تبدیل کنی که همون 1.25 عزیز. خب مثلا اگه به شما گفته 1.25 به توان 2 ضرب در 1.25 به توان 3، این دو تا رو ما هم برابرن عزیز. شما 1.25 رو می‌نویسی به توان 2 اینجا داری، 3 اینجا. اینجا رو نگاه می‌کنی ضربه، چون ضربه توان‌ها رو با هم جمع می‌کنی. یاد گرفتی عزیز؟ جمع. آفرین. مدل صداتون قطع شد. مدل مختلف عدد وجود داره. صدا منو نداره. حالا احتمالاً بعد بری بیرون برگردی. خب مدل مختلف وجود داره که شما باید با این مدل ها اوکی کنید. و اما این تمرین، این کار در کلاس خیلی مهمه. یه نفر صداشو باز کنه. اینو میخوام با هم حل کنیم. مهمه ها. تغییر پایه توی عبارت تواندار، خوراک طراحی تست. یعنی اونا که میان تستشون طراحی میکنن. سلام، صدای من میاد؟ درود بر شما. بله عالی. خوبی؟ تصویر رفته بود. خب اوکی. درود بر شما. خانم رامینا حالت خوبه؟ اولا خیلی خوشحالم صدای قشنگ تو میشنم آقا، به تبریک میگم. خیلی به جمع ما خوش اومدی. ان شاء الله که موفق باشی، پرچم ببری بالا. ان شاء الله هر جلسه صدا تو باز میکنی. بله. آفرین. ریاضیت خوبه؟ بله، فقط من یه مقدار چون اولین جلسه همه شما یکم دورتر از درس ما این. آره. خب فیلمای قبلی منو تو آپارات ببین، یعنی بزنی حکیمی ایرانی یا بزنی کلاس استاد سلیمانی، همه ریاضی اون داستانا میاد بالا. ببین قبلی ها رو، هر جا که میبینی مشکل داری به هم بگو وسط توضیح بدم. حله؟ چون ما مرور میکنیم، چون فرصت داریم برمیگردیم مرور میکنیم. اوکی میکنیم. الان درستون کجاست تو مدرسه؟ ما صفحه فصل 6ه، ولی شما خود فصل 7ه. ولی الان که توضیح بدیم متوجه شدم. خدا رو شکر. آره تو عبارت توانی اون عددی که ببین مثلا من اینو بهت بگم، حالا مثلا 2 2 2 2، ما تو ریاضی به بچه ها گفتیم بخاطر اینکه کمتر جا بگیریم یکی از این عبارات رو می نویسیم
تعدادشونو که 4 تا میبریم تو توان، این میشه 2 به توان 4. یعنی تعداد همیشه بالاست، یکی از اونا تو پایین. حله؟ باز فیلمای من دو تا فیلم قبل از این دارم. اگه این دو تا رو ببینی تقریبا 100% برات جا میفته. الان بچه‌ها برات آدرس آپارات هم انداختن ایزی که نگاه کنی. اوکی؟ خب حالا اینو بریم با هم حل کنیم. خیلی وقتا رومینا بهمون میگه یه عددی از یه پایه وردار ببر به یه پایه دیگه. مثلا 3 به توان 4 رو بهمون داده، گفته یه جوری اینو ببرش به پایه 9. خب 3 به توان 4 رو بخوام بازش کنم چجوری بنویسمش؟ 3 به توان 2 ضرب 3 به توان 2. باریکالله. مثلا میتونم بنویسم 3 به توان 2 ضرب 3 به توان 2. خب حالا 3 به توان 2 ضرب 3 به توان 2 هر کدومش رو بخوام تبدیل به عدد کنم این میشه چند؟ این میشه 3 ضرب 3 و دومیش هم میشه 3 ضرب 3. آفرین. 3 ضرب 3 میشه چند؟ میشه 9. میشه 9. حالا باریکالله اونم میشه 9. حالا یه پایه رو مینویسیم، توانها رو با هم دیگه جمع میکنیم. یعنی میخوام تهش اینو بگم 3 به توان 4 همون 9 به توان 2. به این میگیم تغییر پایه تو عبارت تواندار. یعنی تو میتونی یه عدد تواندار رو ببری روی پایه دیگه. الان نگاه کن، الان 2 به توان 6 رو خودت برای من برو. خب ساده است که بکنیم، میشه 2 به توان 3 ضرب 2 به توان 3. و چون که اینا خب میتونیم یه روش ساده ترش رو بگیم، میتونیم بنویسیم 8 به توان 2. باریکالله چقدر قشنگ گفتی. 2 به توان 3 اول میشه 8، 2 به توان 3 دوم هم میشه 8، پس میشه 8 به توان 2. من 2 به توان 6 رو بردم رو پایه 8، شد 8 به توان. خیلی خوب بود، باریکالله. بریم بعدی ببینم. توان رو نصف کن تو همشون، توان تو همشون نصف کن. خب بعدی میشه 4 به توان 2 ضرب 4 به توان 2 که اینجا خب 4 ضرب 4 میشه 16. واسه همین میتونیم اون یکی میشه 16، واسه همین چون یکی توانشون میتونیم، چون بعد با هم جمع کنیم هم پایشون یکی هم میشه 16 به توان 2. خیلی خوبه، باریکالله. 16 به توان 2. و 5 به توان 4. 5 به توان 4 هم میشیم 5 به توان 2 ضرب 5 به توان 2 که چون که این توان داشت 2 میتونیم بنویسیم 25 ضرب 25 که میشه 25 به توان 2. باریکالله باریکالله، اینم عالی بود. دست درد نکنه، خوشحال شدم صدای قشنگی تو شنیدم و خیلی هم بی‌نظیری. تو جلسه اول اومدی ترکوندی، پرچمت بالاست. معلومه ریاضیت خوبه. آفرین. آفرین به تو. رفقا گفتن سوال داریم. کیا سوال دارن؟ چی بوده سوالش؟ هلیا جان اگر پایه مساوی نبود، اینجا که شما به شما پایه مساوی میدن، ولی حالا تو آزمونه سطح بالا شاید پایه غیر مساوی بدن، هیچ تفاوتی نمیده. ببین عزیز، من الان به شما میدم 3 به توان 5. 3 به توان 5 رو گفته ببرید به پایه 9. من اینو مینویسم 3 به توان 3 ضرب 3 به توان 2. قبوله؟ هلیا ما میتونیم، هلیا پرسیده بود دیگه، ما میتونیم دوباره این 3 به توان 3 رو بازش کنیم، بنویسیم 3 به توان 2 ضرب 3 به توان 1. قبوله؟ اینجا هم یه 3 به توان 2 داری، اینم میارمش پایین و در نهایت باید بشه 3 به توان 5. قبول؟ هلیا جان حالا میخوام ببرمش رو پایه 9. میام چیکار میکنم؟ میام از این یه 9 میکشم بیرون، از اینم یه 9 میکشم بیرون، پس میشه 9 ضرب 3 به توان 1 ضرب 9. قبوله؟ مساوی 3 به توان 5. حالا میام یه کاری میکنم، میگم آقا این که 3 به توان 1 بذار باشه، این مگه 3 به توان 2 نشد؟ اینم 3 به توان 2 شد 9. حالا چند تا 9 داری؟ 2 تا 9 داری. تواناشون چنده؟ 1. پس این 1 9، اینم 1 9،
من میتونم یه کاری کنم، دو تا نه ها رو بکنم یه دونه نه، بشه نه به توان دو، در نهایت یه سه بکشم ازش بیرون. گرفتی؟ اونی که اضافه میاد سر جاش مینویسی. ولی تو اومدی چیکار کردی؟ اومدی سه به توان پنج رو نوشتی دو یک و دو، این شد نه، این شد نه، این هم شد سه. حالا این نهه، این نهه میشه نه به توان دو، اونم سه که میزنی به راحتی به جواب میرسی. خانم مریم صاحبتو استاد، درود بر تو مریم جانم، بگو. من این سوال کار در کلاس رو مشکل داشتم، اینجا که میگفتین که دو به توان شیش برابر با که گفتین سه یعنی دو به توان سه ضرب در دو به توان سه برابر میشه، اینو یه بار دیگه برام توضیح بدین چون این فقط صداتو قطع نکن. نه اشکال نداره مریم جان، دو به توان شش، دو به توان شش اگر بخوای توانش رو نصف کنی مگه نمیشه دو به توان دو سه ضرب در دو. تا اینجا مشکلی داری؟ نه. خب بیا دو رو به توان سه برسون. دو به توان سه میشه چی؟ دو به توان سه درست من اینجا خودش میشتی دو به توان سه، دو ضرب در دو ضرب در دو میشه هشت. آها به خاطر همین استاد. آره این ورم دو به توان سه میشه دو ضرب در دو ضرب در دو، اینم میشه هشت. حالا همون دو به توان ششمون دو تا هشت داریم، این توان چنده؟ یک. این توان چنده؟ یک. هشت به توان دو. استاد ما اینجا رو مشکل داشتیم که مثلا هشت از کجا اومد، من اینجا رو قاطی کردم. اوکی شدی، تبدیلش کن به عدد، بعد عددا رو دوباره تو هم ضرب کن به توان دو برسون. دست درد که همینجا ممنون. خب بریم برای سوال. خیلی ممنون. خواهش میکنم مریم جان. این جور سوالا توی سواله آزمون ورودی تیسوشان زیاد میاد به خاطر اینکه بچه‌ها رو بخواین گیج کنن. یه راه حل بهت یاد میدم راحت بتونی حلش کنی. یه نفر داوطلب شه دستشو بیاره بالا صداشو باز کن. مصطفی سلام مجدد. مردم خوبی؟ بله ممنون شما. بله متشکرم مهدی جان. دو به جانم سلام. چی 1024 قبول عزیز؟ درست عزیز دل شما به من بگو چون جه حاصل چی رو خواسته الان دو به توان دوازده رو خواسته بله سر دو به توان دوازده من میدونم دو به توان ده میشه یک میشه 1024 به نظرت من فعلا اینو توانی اگه بخوام بنویسم یعنی 1024 رو توانی بنویسم چند تا دو به توان یه عدد بعد برسه که دو به توان دوازده رو پر کنه؟ خود دوازده تا بوده. کلن دوازده تا بوده درسته؟ بله. ما از اون دوازده تا میتونیم کلش ده تا رو داریم باریکلا. چند تا رو نداریم؟ دو تا دیگه هستا؟ باریکلا دو تا رو نداریم، یعنی دو ضرب دو به توان دو میشه چهار. پس میام 1024 ضرب در چهار میکنیم حالا این جواب چند میشه؟ ضرب در چهار که میشه 4096. خیلی قشنگ توضیح داد. من دو به توان 12 رو میخوام. ممنونم مهدی جان عزیز. دو به توان 12 رو میخوام. من میدونم که یه دو به توان 10 تو دل اینه، یه دو به توان 2. اوکی. حالا دو به توان 10 هم که شده 1024، دو به توان 2 هم که شده 4. درسته؟ حالا این 1024 رو ضرب در 4 کنم میشه 2 به توان 12. به همین راحتی. حل. بریم برای تمرین بعدی. ببین 2 به توان 12 میشه 2 به توان 10 ضرب در 2 به توان 2، این که میشه 4، اونم که شده 1024 پس میشه 4096. بریم برای فعالیت. فقط نمیخوام بازش کنید، میخوام تغییر پایه رو انجام بدی اوکیش کنید. یه نفر داوطلب شه. نه خوب عزیزم ساعت بشه بهتر. خب آمون خوب بریم برای نفر بعدی. باری کلا به اونه که داوطلب هم، باری کلا به اونه که دستشون باله. اینجوری ریاضی رو یاد میگیری، دست بالا باشی ریاضی یاد میگیری، دست پایین باشه نه. بریم برای بعدی. داوطلب
استاد تیم منو داری؟ خانم آنایتا، حالا چطور عزیز؟ خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ بله، صدای قشنگ شما رو میشنوم. خوبم. یه چند جلسه داوطلب بودی؟ نیستی؟ این جلسه خیلی قطع شدم، به خاطر همین حالا اینترنت هم حیفه، حیفه. تو هوشت خوبه، ریاضیت هم خوبه، فقط باید تکرار کنی با من، باید با من همگام بیه جلو، همه تون همین اینده. یعنی تو اگه صدا تو داوطلب نشی و اصلا کنی، یواش یواش فاز چرت میگیرته، چرت زمستونی هم حال خودشو داره، اصلا میری تو عالم هپروتی. پس با من باشید، همگام باشید. اوکی، آفرین که خانم آنایتا داوطلب شد، خوشحالم که صدای قشنگ تو میشنوم. تو اولی 2 به توان 3 رو دارم، 5 به توان 3 رو دارم، میخوام تغییر پایه کنم، یعنی از یه پایه 2 و 5 تبدیل بشم فقط به تک پایه 10. ببین من بنویسم برای 2 به توان 3 ضرب در 5 به توان 3. خانم آنایتا، 5 به توان 3، 2 به توان 3 تو قالب کلی پایه ها با هم برابرن؟ بله. پایه ها با هم برابرن؟ نه نه برابرن. آفرین. اما توان ها با هم برابرن. برابرن. عزیز جان اینو داشته باش، اگه یه آی داشتی به توان یه ام ضرب داره یه بی شده بود به توان یه ام، یعنی چی؟ یعنی توانا با هم فرق میکردن، توانا با هم یکی بودن اما پایا با هم فرق میکردن. باشه؟ بله. چه شما یکی از توانها رو مینویسی، یکی از این توانای خوشگلتو مینویسی، این پایه های خوشگلتو هم ضرب میکنی، یعنی آ رو تو بی ضرب میکنی. حل عزیز جان؟ بله. یادت نره تو توان ما وقتی پایه ها برابر بودن یکیشو مینویشیم، توان ها رو با هم جمع میکردیم، اما اینجا توانها رو یکیشو می نویسی، پایه ها رو تو هم ضرب میکنی. پس اگه قرار بود پایه ها رو کار کنید، پایه ها رو تو هم ضرب کنید، اگر قرار بود با توانها کار کنید، توانها رو با هم جمع کنید. خب بریم ببینم اینجا چی میشه. خانم آنایتا، ما اگر قرار باشه طبق این قانون توانها رو یکیشو بنویسیم، پایه ها رو ضرب کنیم، از پایه 2 و 5 میخوایم بریم روی پایه دیگه، پایه جدیدمون چه پایه ای میشه؟ 10 میشه. باریکالله. یکی از توانها رو مینویسی، پایت میشه 10. پس یکی از توانها رو مینویسم، پایه ها رو تو هم ضرب میکنم. حله؟ بله. باریکالله. از دومی به بعد مال توه. 3 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2. آره، قوانین رو فرستادم باش. 3 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2. صدا تو ندارم. آنایتا صدا تو ندارم. در خودش بشه تو پرانتز می نویسیم. صدا ما داریم؟ آه حالا الان اوکی شد. حالا 3 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2 رو چیکار کنم عزیز؟ صداتون قطع شد. میشه یه بار دیگه بگیم؟ آره عزیز. گفتم 3 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2 رو چیکار کنم؟ چون دو تا عدد به توان دارم و ضرب در 2 بشم، پرانتز رو باز میکنیم. 3 دو بار ضرب در خودش میشه، میشه 3 ضرب در 3، ضرب در پرانتز باز دوباره 4 ضرب در 4. خب حالا یه کاری کنم، مگه توان ها یکی نیستن؟ بله. خب یکی از توان ها رو بنویسیم، توان چند بوده؟ 2. پایه ها رو تو هم ضرب کنیم، 3 4 تا؟ 3 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 4 میشه. خب پایه ها رو که تو هم ضرب کنیم در نهایت 3 4 تا میشه چند تا؟ 12. میشه 12 به توان 2. باریکالله. پس من مثل این بالایه همون چیزی که آنایتا گفت، 3 و 4 باش کار میکنم و 12 به توان 2. باریکالله. 2 ضرب در 2 اینجا چیکار کنم؟ اینجا هم دوباره چون توان ها برابرن می نویسیم آ ضرب در بی که میشه آ ضرب در بی و توان 2. باریکالله. آ بی به توان 2. باریکالله. اینجا دوتا آ دوتا بی، پس میشه آ بی به توان 2. خب بعدی 5 به توان 3 توان ها برابرن اما پایه ها برابر نیستن، چیکار کنم عزیز؟
اینجا حالا دو هفته سه بار زد در خودش میکنیم، پنجم سه بار زد در خودش میکنیم که در نهایت میشه ده هفتم زد به توان سه که جوابمون میشه دیگه. آفرین. وقتی پایه ها برابرن یکی از پایه ها، وقتی توان ها برابرن یکی از توان ها رو مینویسیم، پایه ها نابرابرن پایه ها باید تو هم ضرب شن. حالا به چه کار قشنگی کردن ایتا؟ ما چی گفت؟ گفت آها این دو هفتم به توان سه ضرب در اون پنج به توان سه، من دیدم تواناشون یکیه پس تواناشون نوشتم. خب حالا پایه ها رو تو هم ضرب کردم، یعنی یه مخرج یک داد به این، گفت دو هفتم ضرب در پنج یکم. قبوله؟ یکی خدا حافظ، یکی خدا یارو نگه دارد، با تو کاری نداری. این دو هفتم پنج هفتمه، حالا این شده چی؟ این دو ضرب در پنجه، حالا هر چیزی که هست، ما حالا اونجا چی داریم؟ ده داریم دیگه، چون تو صورت ده ساخته شد، توی مخرج همون هفت میمونه، پس میشه ده هفتم به توان سه. پایه ها رو تو هم ضرب میکنی، اگر تونستی ساده کنی ساده میکنی، اگر نتونستی ساده کنی صورت در صورت، مخرج در مخرج. خانم رومینا گفته آبه به توان چهار نمیشه. نه عزیز، ببین شما زمانی اجازه داری اون کارو بکنی، عزیز زمانی اجازه داری اون کارو بکنی که شما آر رو ببین، الان آدو ضرب در آدو بود میشد آچهار، یعنی یکی از پایه ها رو بنویسید توان ها رو جمع کنید. اما جا اما این یه مشکلی که داره چیه؟ یکیش آه یکیش بی عزیز. خب یعنی توان ها مثل هم نیستن. حالا گفته آ دو ضرب در بی دو، من یکی از توان ها رو باید بنویسم آ رو تو بی ضرب کنم، میگم آ بی به توان دو، پس چهار نمیشه. بله اینم پس شد ده هفتم به توان سه. x چهار v چهار، x تو v ضرب میشه، میشه x v به توان چهار دیگه. حالا این چون خیلی ساده بود اینم خودم، آه v نیست، اون چون پایینش افتاده w بچه چیزه وایه وایه، پس x x x ضرب داره y y y که میشه x y به توان چهار. آره آره ایگرگه، ببخشید چون اینجا قطع شده، من فکرم اون رفتش به سمت v، پس ایگرگ بوده. x y ها رو در کنار هم نوشتم، در نهایت شد x y به توان 4. بله اینم بنویسید، در ضرب عدد تواندار با توان مساوی یکی از توان ها رو مینویسیم، بقیه پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم. y همون y عزیزم، این همون y بهش میگن، y هم بهش میگن. آره این ایگره که وایم بهش میگن. یکی از توان ها رو می نویسید، پایه ها رو تو هم ضرب میکنید. شروع کنید نفرات به نوبت بیان، ببینیم چی کار میکنن. بودو ببینم که برسیم، ببینیم امروز می رسیم ما چند تا تمرین تیسوشانی خوب حل کنیم. صداتون رو باز کنید. ایلیا عزیزم بفرمایید. ایلیا جان، آی ایلیا صدات باز نشد، فکر کنم اینترنت مشکل داری، ما صداتو نداریم. یه بار برو بیرون برگرد ایلیا جان، یه بار برو بیرون برگرد، صداتو ما نداریم. گفته که ندارم صداتو عزیز، قد میشی. آره همه اول که صداشون اینجوری میشه همین داستان باید اوکی بشه. خب بریم بر نفرات بعدی، بچه عجله کنید که برسیم. سلام استاد. درود بر تو مریم جان. دو به توان چهار، سه به توان چهار، حالا ضرب داریم، پایه ها برابر نیستن، چیکار کنم عزیز؟ پایه ها برابر نیستن. اما شما یه دقیقه صبر کنید، من اول میگم که
یعنی دو به توان چهار رو میگم که اول میام این رو به دست بیارم. گوش کن. بله. نمیام به دست بیارم مریم جان. دو به توان چهار ضرب در سه به توان چهار، پایه هاشون با هم یکیه؟ بله. نه پایه ها یکی نیست. توان اما توان ها یکیه. ما میایم پایه ها رو ضرب میکنیم. میگیم دو سه تا شیش تا. شیش به توان چهار. باریکالله. بعدی؟ دو سوم بعدی هم به توان 6 ضرب در 3 4 به توان 6. من میام میگم که دو سوم ضرب در 3 4 به توان 6 باز میگم خب برابر با یه دو سوم داری یه 3 4 یعنی یه دو سوم به توان 6 ضرب در 3 4 به توان 6. حالا عزیز جان توان ها وقتی برابرن تو نمیتونی این پایه ها رو تو هم ضرب کنی؟ بله میتونم. خب صورت ضرب کن ببینم چی میشه. صورت میگم که دو سه تا شیش تا سه چهار تا دوازده تا میگم اشکالی نداره میگم بله من اینجوری نوشتم اشکالی داره؟ نه خب. میگم که شیش دوازده هم به توان شیش در میاد. حالا گوش کن این سه خوشگل صورت میتونه با این یکی ساده بشه. آه ساده میتونه. بله. این دو و چهار هم با هم ساده بشن از صورت میمونه یک، از مخرج میمونه بله دو. یک دوم به توان شیش. باریکالله. پس از صورت اون یه یک موند، از مخرج یه دونه دو به توان شش. باریکالله. این گفتم این بعد استاد بغلیش هم میگه که یعنی این منفی خدا دو منفی دو به توان هفت ضرب در منفی نه، یک نه. به توان هفت یه مونده هنوز یک دوم به توان پنج مونده. آه ببخش آره. یک دوم به توان پنج ضرب در سه پنج سه به توان پنج. من میگم اول یعنی چیزار چون توان ها با هم برابرن پایه ها رو ضرب میکنم یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در سه. سه اینو بهش مخرج یک میدم. آفرین میشه سه دوم درسته؟ بله میشه سه دوم به توان پنج. برو بعدی. سه دوم به توان پنج باریکالله. پایینش هم میگه که من منفی دو به توان هفت ضرب در منفی یک به توان هفت. من میگم که اینجا پایه ها با هم میگم پایه توان ها با هم برابرن و میام پایه ها رو ضرب میکنم یعنی دو ضرب در یک برابر با همین. استاد اینجا علامت منفی قوانین داره؟ نه مثبت میشه چون منفی در منفی میشه مثبت. مثبت میشه دو به توان هفت. مثبت دو به توان بعدی میگه که منفی دو به توان پنج ضرب در سه به توان پنج. من میگم که اول میام توان میام توان ها با هم برابرن پایه ها رو ضرب میکنم. بله میگم که منفی دو به ضرب در سه میگم که چون اینجا چیزن ما استاد فکر کنه منفی میذاریم علامتشو. دو سه تا شش میگم دو سه تا شش تا شش به توان پنج. آخری x به توان دو ضرب در y به توان دو. من میام اول من میام میگم که اینجا بله توان ها رو می نویسم پایه ها رو ضرب می کنم یعنی ضربشم بکنم میگم x y به توان دو. باریکالله x y به توان دو. ممنون از مریم عزیز عالی خوندی. بریم با آقای ایلیا که قد شد. سلام ببخشید نتون قد شده بود. خواهش میکنم ایلیا جان. خوبی عزیزم؟ بله خوبی. تو همیشه داوطلبی عزیز. ببخشید دیگه اینجوری شد. خب عزیز حالا میگه آقا ما اگر یه سری عبارت داشتیم که یه توان واحد داشت ما میتونیم بشکنیم اینا رو چون ضرب دیگه هم به آ بدیم الان هم به بی بدیم. نگاه کنید آ بی به توان 3 اونجا ما میومدیم تلفیق میکردیم اینجا میخوایم خردش کنیم یعنی بگیم آبی به توان 3 هم توان 3 مال آه هم توان 3 مال بیه پس میشه آ 3 بی 3. بعدی نگاه کن 6 به توان 5 6 اومده تجزیه کرده شده 2 3 تا
دو سه تا به توان پنج. حالا پنج رو هم به دو داد هم به سه داد، شد دو به توان پنج ضرب در سه به توان پنج. ایلیا بعدی رو میگه، برو بریم. پانزده به توان هفت. ایلیا صدا تو باز نداری، اگه وصل نشد میریم من نفر بعدی که برسی. صدا تو نداری. ایلیا فکر کنم مشکل اینترنت داری، صدا تو اصلا ما نداشتی. آره نتت ضعیف، اشکال نداره، انشالله جلسه بعد. مهدی جان شما زحمت چه بکنید. سلام استاد. درود بر تو. چشم استاد. چشمت بیباله. 15 به توان 7 عزیز. دو تا عدد اول تو هم ضرب بشه 15 بسازم. استاد میتونیم بگیم 3 به توان 7. آفرین. دیگه مثلا 5 به توان 7. آفرین. حالا توان 7 تا یکیش اومد بالا سر 3، یکیش رفت بالا سر 5. بله. بله. برسم. بعدی میتونیم بگیم که 5 به توان 4. دو تا عدد اول. 5 به توان. خب اصلا 5 عدد اول نیست. 5 به توان 4، 2 به ضرب در 2 به توان 4. عالی کلا، عالی، دست درد نکنه. بعدی عزیز. بعدی خب 2 به توان 8 ضرب در 6 به توان 8. باز چش خوردش کن. عدد اول. آها بله، میتونیم بگیم خب 3 به توان 8 ضرب در 4 به توان 8. 4 به توان 8 عدد اول نیست، من میخوام پایش اول باشه. ببین پایش پایی میشه 8. شما میگی 6 به توان 8 ضرب در 2 به توان 8. ضرب در 2 به توان 8. اینو دوباره بگو. آها راست میگی استاد. آه اینو باید بکنی عدد اول باز ساده ترش کتاب نخواسته. خب اصلا خب اصلا میتونی دو ضرب در سه که دوباره به توان هشت. آها بعد بعد اون دو به توان هشت هم دوباره میاریم میذاریم اینجا که میشه دو آها بعد پس من دوازده به توان هشت رو میتونم بنویسم دو به توان هشت، دو به توان هشت و سه به توان هشت. خب استاد ایکس و ایگرگ و اینا هم که دیگه نمیشه. خب اونا رو چیکار کنم؟ خب اونا رو میتونیم بگیم که این نمیشه بگیم که ایکس مثلا به توان ده یا ایگرگ به توان ده ضرب در مثلا ایکس به توان ده ضرب در ده ضرب در ایگرگ به توان ده. بعدی رو هم میتونیم بگیم ایگرگ به توان 4 ضرب در زد به توان 4 ضرب در ایکس به توان 4. و آخری سی به توان 5. سی به توان 5 شما گفتی میتونیم بگیم میتونیم بگیم 6 5 تا که 5 رو میایم 6 5 تا 6 به توان 5 ضرب در 5 به توان 5 استاد که میشه 6 رو میگیم 2 به توان 5 ضرب در 3 به توان 5 ضرب در 5 به توان 5 اگه اشتباه نکردم. نه عزیزم عالی درست استاد. 3 به توان 5 ضرب در 5 به توان 5 5 به توان 5 عالی مهدی جان چقدر قشنگ گفتی. ممنون استاد. آفرین به تو. بریم برای صدای هلیا رو واس کنی که من هلیا میگم من مشکل دارم. هلیا جان سریع صدا تو واس کن. هلیا جان صدا تو واس کن، من اینو به تو زیاده. هلیا ایبی نداره اینترنت درست کن واسه جلسه بعد. خب هلیا واس نشدی، پس فیلم رو به نگاه کن دیگه، دوباره برو فیلم رو نگاه کن که اینو متوجه بشی. فقط من توضیح بهت بدم 15 به توان 7 دو تا عدد اول تو هم ضرب میشن 15 رو میسازن، 3 به توان 7 5 به توان 7 که در نهایت میشه 15 به توان 7. بریم برای نفر بعدی. الان مهدی سیدی بود. خب حالا خیلی وقتا یه سری عبارات ترکیبی بهتون میدن، چند تا با هم بهتون میدن، میخوام بریم شوش. نه حتما نمیخواست اول بشه رومینا،
کتاب گفته بود فقط تجزیه کن، اما ما به خاطر اینکه یه ذره باید بالاتر حل کنیم، حالا میخوام بهتون سوال بدم که حالا ایشالله امروز برسیم، میخوام سوال حل کنیم که سطح بالاتره، اونجا ما عدد اول میخواییم، پس باید به عدد اول تبدیل کنیم. خب نفر بعدی، درود بر تو مهدی عزیزم. محمد جان اگر 5 به توان 2 و 5 به توان 4 و 7 به توان 6 رو میبینم، نمیام اول میرم سراغ 7 من، اگه یه عبارتی ببینم که 5 به توان 2 و 5 به توان 4 و 7 به توان 6 الان اون دوتایی که با هم نزدیکن دارن چشمک میزنن کدوم ها؟ 5 به توان 2 و 5 به توان 4. باریکلا شما الان میبینی که اونی که 7 به توان 6 هیچ ربطی به اینا نداره. تو اینجور سوالا تو امتحانا اینا هم زیاد میاد، تو آزمون ورودی هم زیاد میاد، مدرسه تیسوشان زیاد میاد. بیایید اونی که آخره فعلا فکر میکنی به اینا ربطی نداره اصلا نگاهش نکن، خب برو سراغ اونی که به هم ربط، اونایی که به هم ربط دارن چی هست، اونی که الان به هم ربط دارن این دوتا پنجاست که شما گفتی. خب میری اول اون دوتا رو بررسی میکنی، بعد که جوابشو به دست آوردی تو این ضرب میکنید خود به خود جور میشه. تو هفت درش آفرین میشه 5 به توان 2 میشه 25. نه 5 به توان 4. نه 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 گوش کن گوش کن گوش کن، تبدیل به عدد ما دیگه نداریم مهدی جان، ما تو عبارت توان اصلا همه این کارا کردیم که دیگه با عددهای گنده کار نکنیم. شما یه قانون دارید 5 به توان 2 5 به توان 4 پایه ها برابرن یا توان ها؟ پایه ها. یکی از پایه ها رو می نویسید، توان ها رو با هم جمع میکنید. باریکله. این میشه 5 به توان 6. 5 به توان 6. حالا یه 5 به توان 6 داری، یه 7 به توان 6. حالا داره چه اتفاقی میفته؟ 5 بایستی پایه ها به توان نیستن، اما توان ها توان ها یکن که میشه توان 12. نه 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 نه، وقتی توان ها برابرن یکی از توان ها رو بنویسید، پایه ها رو تو هم ضرب کنید. پس یکی از توان ها که ششه می نویسید، 5 رو ضرب در 7 میکنی که میشه 35. حله؟ 35 به توان 6. بعدی رو حل کن. خب اینجا ما داریم 7 به توان 2 و 7 به توان 3 با 9 به توان 5. 9 به توان 5 رو بذاریم کنار با 7 به توان 2 و 7 به توان 3 بذاریم. باریکالله. 2 به علاوه 3 میشه 4 میشه 5. باریکالله. 7 هم که میذاریم میشه حالا 7 به توان 5 9 به توان 5 ضرب در 9 به توان 5 آفرین که میشه پایه ها برابر نیستن تو هم ضرب کن، یکی از توان ها رو بنویس، 9 7 63 میشه 63 به توان 5. باریکالله. باید کوچیکتر بذاریم استاد عزیز. نه شما وقتی میبینید تو مرحله دوم دیگه پایه ها برابر شدن یا توان ها برابر شدن اصلا نمیخواد تبدیل کنی. الان من دیدم توان ها برابر شدن، یکی از توان ها رو نوشتم پایه ها رو تو هم ضرب کردم. حله؟ پایه ها باریکالله. حله؟ یعنی این 7 رو ضرب در 9 کردیم. آفرین، چون توان ها هم برابر شدن پایه ها رو تو هم ضرب کردم. خب بفرمایید بعدی رو عزیز. 2 به توان 3 و 6 به توان 3 و 3 به توان 7 و 4 به توان 7. خب اینجا ما شبیه به هم دو تا داریم، یه دونه 2 به توان 3 داریم، یه دونه 3 به توان 7 داریم که می نویسیم 2 به توان 2 به توان 3 3 به توان 7 الان که به هم ربطی ندارن. نه اشتباه گفتم، 2 به توان 3 و 6 به توان 3 این میشه. خب حالا توان ها برابرن، یکی از پایه ها یکی از توان ها رو می نویسیم پایه ها رو تو هم دیگه ضرب می کنیم. باریک که میشه دو شش تا 12 به توان 3. قبوله؟ 12 به توان 3 نوشتم. این شد 12 به توان 3. این شد از اولی. بعد اون یکی هم 3 4 تا میشه 12 تا به توان 7. 12 به توان 7. چون توان ها برابرن یکیشو می نویسیم پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم. اینم شد برای دوم. که میشه 124 به توان نه 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 نه. ببین دوباره اصلا تبدیل نکن. 124 به توان 10. نه. چرا 124؟ اولا 12 ضرب در 12 میشه 144. خب وقتی الان شما دوباره تبدیل کردی، ما اصلا تبدیل نمیخوایم بکنیم، اصلا نباید تبدیل کنی. شما 3 به علاوه 7 دیگه. خب 12 به توان 10 شما گفتی 124،
ببین یکی از ضرب کرد نه دیگه. یکی از پایه ها رو بنویس، توان ها رو با هم جمع. برو بعدی ببینم چیکار می‌کنی. خب دو به توان 5 و 3 به توان 2 5 با یه دونه هم 2 به توان 2 3 به توان 5 6 به توان 5 به توان 6 اینجا میگیم که یه 2 به توان 5 اون ور داری، یه 2 به توان 2 این ور. اینو میشه جدا کردیم؟ آره ضربه، ضرب مشکلی نداره. خب ما پس می‌نویسیم اینجا 2 به توان 2 شما 2 به توان 5 با 2 به توان 2 بگیری یکی از پایه ها رو بنویس میشه 7 یعنی 2 به توان 7 تمام شد. اینها بعدی بعد اینجا ما 3 به توان 2 با 3 به توان 5 داریم. خب که میشه 2 به علاوه 5 میشه 7 میشه 3 به توان 7. بعدش یه 5 به توان 6 5 به توان 6 و 5 یه 5 به توان 6 که میشه 5 به توان 7. حالا همه توان ها برابره، پس پایه ها رو باید تو هم دیگه پایه ها بندی رو ضرب کنیم که 2 2 3 تا 6 تا برابر 5 30 به توان 7 دو تا. ممنون از تو عزیز، خیلی خوب حل کردی، آفرین. باز باید بیشتر تمرین کنید. بچه دو تا سوال پرسیدن، یکی ایلیا پرسیده آقا آزمون قبلی کی بررسی میکنید؟ بذار فصلمون تمام بشه تو وقت اضافه مون حتما این کارو برات میکنم چشم. یکی خانم رومینا پرسیده ببخشید نباید اول پرانتز رو حل کنیم؟ ببینید پرانتز زمانی که شما تو اولویت ها درس قبلی منو حتما ببین رومینا، من اونجا توضیح دادم که اول داخلی ترین پرانتز، بعد توان و جذب، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق. اما اینجا هدفمون اون نیست، چون عبارت رو باید ساده کنید. شما نگاه کنید سوال رو بخون قشنگ، گفته تا جایی که ممکن است ساده کنید، نگفته حاصل به دست بیارید. اونجا حاصل شما به دست میآوردید، ولی اینجا باید ساده کنید. تو ساده کردن دوها رو با هم میگیرم، سه ها رو با هم میگیرم، پنجا رو با هم میگیرم. بریم برای نفر بعدی. درود بر تو خانم رومینا. ببین عزیز، الان تو این سوال شما یکی از دوها که پایه بود نوشتیم، توانها رو باید با هم جمع کنیم. باریکلا. پس میشه 2 به توان آ به اضافه بی. حالا چی گفته؟ گفته به جا آبی یه بار 3 و 5 بذار، یه بار 4 و 7 بذار. یعنی 2 به توان 7 ضرب در 2 به توان 4، 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 3. اینو بگو ببینم چیکار کنم. الان سوال دو رو باید حل کنم. آره سوال دو. یکی رو گفته 2 به توان 5 بگیر، یکی 2 به توان 3. مجموع این داستان چی میشه؟ خب چون باید اول از همه اونایی که با هم مشترک نیستن رو ضرب بکنیم عددهای پایه‌شون رو، بعد باید اون سه توانشون رو جمع بکنیم. یه بار گفته به جای آ بذار 2، به جای یکیشو بذار 3، یکیشو بذار 5. یعنی شما اون 2 رو بذار کنار. گفته یه بار به جاش بذار 3، یه بار بذار 5. خب شما 2 به توان 3 2 به توان 5 پایه ها برابرن؟ نه، یکی از پایه ها رو می نویسید، توان ها رو با هم دیگه جمع میکنید. حله؟ میشه 2 توان 8. آفرین. برای بعدی یکیشو میذاری 7، یکیشو میذاری 4. حالا پایه ها برابرن؟ میشه 2 توان 11. توان ها با هم جمع میشه. باریکلا. بریم برای نفر بعد. تمرین سوال 1. دست درد نکنه خانم رومینا، آفرین به تو که همیشه داوطلبی. به نوبت بریم ببینیم. بله بفرمایید. استاد صدای منو داری؟ بله تو خانم آنایتا. بله عالی. سوال یک، گفته آبی و سی رو یه عددهای مختلف هرچی که خودت دوست داری قرار بده،
بعد ببین جمعشون یکی میشن. مثلا شما به جای آ، من به جای آ گذاشتم چی؟ دو. به جای بی گذاشتم سه. به جای سی گذاشتم چهار. شما به من بگو ببینم اولی چی میشه؟ آ به توان بی الان میشه چی؟ آ به توان بی رو گذاشتین سه، یعنی آ به توان سه، یعنی آ سه بار داره. آ رو. آها بله. آ به توان بی. آ رو داریم میگیریم دو. دو. بی رو داریم میگیریم سه. سه. پس میشه چی؟ میشه دو به توان سه که میشه هشت. دو به... نه نه اصلا تبدیل به عدد نکنید. به هیچ عنوان تبدیل به عدد نکنید. دنبال عدد نیستیم ما. خب بعدیش آ به توان سیه. آ چند بود دوباره؟ آ دو بود. سی هم چهار بود. سی به توان چهار. حالا حاصل میخواد. دو به توان هفت. باریکالله. به دفعات دارم تأکید میکنم. عزیزان دل. اصلا شما تواندار داری یاد میگیری که دیگه با عدد کار نکنی. از صد تا سوالی که در مورد توان بیاد یکیش گفته آقا اونو ببرش تبدیلش کن به عدد. اونم موقعی که داری میگه حاصل عبارت زیر را به صورت عدد صحیح بیان کن. بقیه شون همه دارن میبرن تو توان. صد تا سوال بدن یکیش به شما میگه اصلا تبدیل به عدد نکن. خب حالا توی بعدی خب اینم گفته آ رو گرفتیم پنج، بی رو گرفتیم دو، سی رو گرفتیم سه. شما هرچی دوست دارید میتونید بگیرید. حالا آ چند بود؟ آ پنج بود. سی؟ که سی هم سه بود. خب. پنج با توان سه ضرب در بی دو بود. آها. با سی سه. آفری. دو به توان سه. جفتشون سه بودن. آها. پایه هاشون میان پایه هاشون تواناشون با هم برابر بود. پس فکر کنم باید پایه ها رو ضرب کنیم تو هم با توانش. ده به توان سه. آفری. خوب یاد گرفتی. آفرین به تو. بریم برای عزیزان دیگه. دست درد نکن خانم آنایتا. عالی بود. ممنون. امروز که اومدی پرچم بردی بالا. ایلیا جان ببین وست میشی برای دومین سومین بار داریم تلاش میکنیم با شما صحبت کنیم. متاسفانه نمیشه. امروز اینترنتت مشکل داره عزیز. ببین دوباره وست میشی. بچه ها به دسترسی دارم. آره ما آره هسته. آره عزیزم عالیه. ببخشید دو سه بار ما اومدیم باز گپ بزنیم نشد. تو خیلی تلاش میکنی سر کلاس. موبایل نظر کنی. آه خیلی تلاش میکنی. من دارم تو چتم میبینم دائم برام مینویسی. ولی خب اینترنت دیگه ضعیف باشه نمیتونی با هم گپ بزنیم. اوکی؟ ولی در هر صورت من دارم تلاش تو میبینم. دستت هم درد نکنه. حالا گفته با استفاده از تجزیه عددهای اول عدد توانه رو به صورت عدد اولی بنویس. یعنی یه عدد اولی بوده تو خودش ضرب شده اینو به وجود آورده. اونو به هم بگو چی بوده. استاد دقیقا میشه گفت که مثلا 121 اول 100 رو بیایم تجزیه کنیم میشه 10 به توان. نه 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 این کار اصلا نکن که افتضاح میشه. 121 بعد ببینید چه عددی تو خودش ضرب شده 121 رو ساخته. مثلا اولی من بهت بگم 11 ضرب در 11 بوده. 11 عدد اوله. حالا به توان 2 مینویس میشه 11 به توان 2. حله 11 11 تا ببین عدد اول گفته 11 به توان 2. 256 چی؟ میخوام مربع بشه تهش بشه 256. یعنی مثلا شما بیا 16 و ضرب در 16 کن. ایلیا ایلیا دوباره صدات رو وصل کن قطع شد. من آره میخوام خب. مربع بشه. تو اولی عدد اول بود تو دومی عدد اول نیست. یه عدد مرکبه به توان رسیده مربعش به دست اومده مربع شده 256. شما با هم بگو چی بوده. استاد مثلا 16 ضرب در 16 درسته. حالا 16 ضرب در 16 16 ها رو باز میکنی هر یه دونه 16 خودش میشه 2 به توان 4. پس میشه 2 به توان 4. آره اینا همون کارو داریم میکنیم دیگه. ببین اون چیزی که داریم روی نمودار درختی میریم با اون چیزی که من دارم میگم فرق میکنه چون دارم دو روش همزمان بهتون یاد میدم. تو کتاب اون چیزی که روی اسلاید داره میاد تقسیم بر 2 کردیم که داره جواب به دست میاد. من این روش آسان‌تر بهت گفتم
گفتم مربع اینو وقتی حفظ کنی میشه 16 تا 16 تا. حالا اون 16 به توان 2 بخواد برسه میشه این، پس میشه 2 به توان 4 به توان 2، پس میشه 2 به توان 8. به همین راحتی 16 خودش میشه 2 به توان 4، اینم میشه 2 به توان 4، 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 4 میشه 2 به توان 8. یا بیایید تجزیه درختیش کنید بشه این. بعدی خانم مریم، آیا آقای سامین اومده؟ سامین تالا نیومده. سامین جان واسه کن ببینم. آفرین، درود بر تو آقای سامین. خوبی عزیز؟ سامین جان خوشحالم صدا تو میشنم. مرسی. خب همون همچنین شبیه خورشید دیگه. آره بله آفرین، همچنان شبیه خورشید میتابی عزیز. دو تا عدد بودن که تو هم ضرب شدن 441 رو ساختن. بله 20 20 تا میشه 400 تا. خب بله، حالا یکی برو بالا. 21 ضرب در 21 میشه چی؟ 21 ضرب در 21 استاد میشه 441. یک یعنی شما اگه بیای بازش هم بکنی با یه روش دیگه دارم میرم رو اسلاید، میشه 9 تا 49 تا. 49 خودش میشه 7 تا 7 تا، 9 هم میشه 3 3 تا. درسته؟ ست. الان چند تا سه داریم؟ اشکال نداره. الان دو تا سه داریم. ایلیا جان اشکال نداره. سه به توان 2. باریکلا. ما یه 3 به توان 2 داریم. یه 7 به توان 2. درسته؟ دو. حالا توانهاشون با هم برابره. پایه‌ها رو باید تو هم دیگه ضرب کنیم که میشه 21 به توان 2. 10000 چی عزیز؟ 10000 مگه نمیشه 100 تا 100 تا؟ بله استاد. هر کدوم 100 تا، هر 100 خودش میشه ببینید 10000 بنویسم براتون. 10000 میشه چی؟ میشه 100 به توان 2. خود 100 تا میشه 4 تا 25 تا. خود 4 بله. میشه 2 تا 2 تا. خود 25 میشه چند تا چند بله. تا؟ 5 تا. خود 25 5 تا 5 تا. باریکلا. همه اینا هم باید به توان 2 برسن دیگه. حالا تو پرانتز چند تا 5 داری؟ چند تا 2؟ بله. تو پرانتز 2 تا 2 داری؟ 2 تا 5 داری. 5. درسته؟ بعد تهش هم به بله. توان 2 باید برسه. حالا اون 2 ضرب در 5 میشه 10 به توان 2. 10 به توان 2 که میشه 100. 100 هم به توان 2 دوباره میشه 10000. الان اینجا بریم 5 تا 2000 تا نه نه یه تمام رو میریم. 5 تا 2000 تا میشه 10000 تا. 5 رو بذار کنار، خود 2000 بله میکنیم چند تا چند تا؟ 100 تا 20 تا 100 تا. آفرین. بعد 100 دوباره میتونیم بکنیم 20 تا. بعد 20 هم میاد. استاد صدای من دارید؟ بله بله 100 هم میکنیم. 5 تا 20 تا دوباره 20 خودش بله. میکنیم. بعد 20 هم میکنیم 4 تا 5 تا. باریکلا. 4 هم میکنیم 2 تا 2 تا 2 تا 2 تا. اون طرف اون یکی 20 رو میکنیم 5 تا 4 تا. 4 تا 5 تا 4 تا. بعد دوباره 4 هم که میشه 2 تا 2 تا. 2 تا 2 تا. چند تا 2 داریم؟ چند تا 5؟ 4 تا 2 داریم. یعنی 2 به توان 4. آها. بعد ضرب در 5 تا هم 4 تا هم 5 داریم. چه 5 به توان 4. باریکلا. 2 به توان 4 ضرب در 5 به توان 4. آفرین به تو آقای سامین. کار را که کردن که تمام کرد. دمتون گرم. اولا که همگی عالی بودید، همگی عالی بود، خیلی حال کردم، خیلی کلاس خوبی بود، همتون با عشق و با صفایی. بچه ها فقط یادتون باشه تا سوال 3 حل کردیم. خانم روجان شما که مسئول بودی، چون کلاس های من زیاد شده دبیرستان ها، اینا حتما یادم بنداز که من تا
این درس اومدیم سوال 3. اشاره برای جلسه بعد اوکی میکنیم. نفرات برتر هم میگیم. نگران نباشید. همگی عالی و دوست داشتنی هستید. برای خودتون خانواده محترمتون آرزو بهترین لحظات دارم. تا جلسه بعد روز و روزگار خوش. بچه‌ها فیلم‌ها رو داخل آپارات بنویسید. اگر سوالی داشتید بنویسید. جلسه بعد بپرسید.